جناب نظری صاحب، یکی از دلایلی که طرفداران ای توافق نامه و حکومت میگم ما توان تیل رنجر خود نداریم. تیل رنجر به این قیمت، اول این تیل رنجر به کدام هدف؟ به خاطر دفاع و امنیت افغانستان که وجود نداره، و یا فقط به خاطر ادامه جنگ؟ بعد داره بکنیم این تیل رنجر این ارزش داره که به خاطر از او ما مایده امنیتی که برای ما هیچ چیزی نمیده، هیچ تضمین نداره، او را قبول کنیم؟ خب من فکر میکنم این استدلال بسیار غیر منطقی و غیر اخلاقی میباشه که طرفداران امضای این توافقنامه میخواین افکار عمومی را فریب بدن. امروزه ملت‌های زیاد و دولت‌های زیادی در دنیا وجود دارند. اگر ما مطالعه کنیم 200 دولتی که امروزه در دنیا به صورت گسترده فعالیت سیاسی دارند، آیا اینا از طریق امضای پیمان امنیتی با آمریکا به استقلال و عزت و توسعه و ترقی دست پیدا کردند؟ یا نه، با اتکا به توانمندی‌های داخلی خود؟ من فکر میکنم یک مغالطه هست که عده مردم رو میترساندن، و امروز خوشبختانه مردم افغانستان دیدن که این دیدگاه دیدگاه غلطی بود. پیمان امنیتی جزئی که امنیت افغانستان تخریب کرد، زیربناهای افغانستان نابود کرد، دست خارجی ها را در امور داخلی ما بازتر کرد و حاکمیت ملی و استقلال سیاسی ما کاملا از بین رفت یا به حد اقل رسید، دیگر دستاورد خاص را نداشت غیر از اینکه آمریکایی ها به تعهد خود عمل نکردند، بلکه تعهد نقض کردند. یعنی به عنوان یک کشور بی طرف در قضایای افغانستان نیستن آمریکایی ها، در انتخابات افغانستان مداخله داشتند، دولت ما را ظاهرا به بهانه نجات از بحران تشکیل دادن، زیر سلطه خود درآوردن. اینا فرآیندهایی بود که در واقع مردم افغانستان شاهد بود. بنابراین من فکر میکنم که اصلا تئوری و پیشفرض سیاست خارجی امریکا ای بود که در واقع استراتژی پسا کمونیسم امریکا نزدیک شدن به مرز قدرت‌های رقیبی امریکا باید باشه، و از طریق پیمان امنیتی و حضور نظامی و بلند مدت امریکا در افغانستان، امریکایی‌ها خواستن امو استراتژی خود تعقیب بکنه. اما ای که ما چی را به دست آوردیم بسیار مشخص است که هیچ چی را نتونستیم به دست بیاریم. تطبیق استراتژی مستلزم صلح و ثبات در افغانستان است و یا گسترش جنگ؟ من فکر میکنم که پیمان امنیتی باعث این شد که آمریکایی ها در افغانستان از نظر حقوقی حضور خود را تثبیت بکنه، مشروعیت ببخشه، و از این طریق کارهای اطلاعاتی و استخباراتی خود را برای نفوذ و شکست دادن رقبای خود در منطقه دنبال بکنه. نمونه از این، امروز ما در ظهور گروه تروریستی داعش شاهد هستیم. داعش با پلان آمریکایی و اسرائیلی و شمار از کشورهای منطقه تلاش داره که در واقع در آسیای میانه نفوذ بکنه، و بخصوص چین را که به عنوان یک قدرت بزرگ داره سیاست هژمونگرایی را در منطقه تمرین میکنه و هژمونی آمریکا را به چالش میطلبه. در واقع این قدرت باید سر جایش نشانده شود، از طریق نفوذ گروه های تروریستی به مناطق سینکیار، مناطق آیغورها و همینطور به طرف آسیای مرکزی که در واقع یک نقطه بکر در حوزه انرژی محسوب میشه. آمریکایی ها اخیرا مطالعاتی که نشان داده در واقع این نکته را بازگو کردند که امریکا در افریقا و در غرب آسیا میتونه با توجه به متحدان منطقه‌ای که داره جلوی نفوذ و توسعه چین بگیره. تنها نقطه ای که نمیتونه حوزه آسیای مرکزی میباشه. بنابراین آمریکا نیاز داره که از طریق افغانستان که دروازه آسیای مرکزی محسوب میشه، قدرت‌های مثل روسیه و چین مهار بکنه و کنترل بکنه. پیمان امنیتی برای سد نفوذ و مهار چین و روسیه و تسلط آمریکایی ها بر حوزه ژئوپلیتیک افغانستان طراحی و مهندسی شده بود که ما متاسفانه با درک ناقصی که از این تحولات داشتیم نتونستیم حداقل منافع ملی افغانستان را تامین بکنیم، و حتی همو تعهدات بسیار حداقلی را که آمریکایی‌ها در پیمان داده بود به هیچ یک از او عمل نکرد. و ما دولت ما در واقع از آمریکایی‌ها سوال هم نکردند که شما در واقع این تعهداتی که به دولت ما یا به ملت افغانستان کرده بودین چرا بهش عمل نمی‌کنید. پس ما صحبت می‌کنیم از مشروعیت پیمان امنیتی، مشروعیت خود حکومت که هیچ سوالی از امریکا نمیکنه که تطبیق پیمان، حتی پیمان ناقص به چگونه است. حکومتی که
در این پیمان نتانست و یا نخواست حداقل منافع افغانستان در تامین شود، مشروعیت خود حکومت چگونه بود؟ من فکر میکنم که امروزه هیچ کشور حاضر نیست که بحث کاپیتولاسیون یا مسئولیت قضایی یک کشور قبول بکنه. وقتی که رهبران سیاسی ما میایه کاپیتولاسیون را قبول میکنه، مفهومش ایست که دیگه تعهدی به منافع ملی واقعا در حد صفر قرار داره. ببینید اگر دلیل هم تله دقیقاً، یعنی موتور انجار است، آیا ما بیاییم به خاطر یک تله موتور در واقع عزت و شرف و حیات سیاسی و منافع ملی خود قربانی منافع دیگرها بکنیم؟ در 14 سال جهادی که مردم افغانستان داشتن، حتی با شکم گرسنه با پای پیاده اینا جنگیدن، اما از استقلال و حاکمیت ملی و غرور تاریخی افغانستان پاسداری کردن. سه جنگی که ما با انگلیس ها داشتیم، اگر این نگرش وجود می داشت که ما تل رنجر داشته باشیم، من فکر میکنم دیگه حال افغانستانی در جغرافیای دنیا وجود نمی داشت. ما باید از گذشته های خود، از تاریخ خود بیاموزیم. بنابراین حاکمان ما، من فکر میکنم با این نگرش اگر بخوای عمل بکنه، هر روز یک وجب خاک افغانستان را تقدیم بکنه به یک از کشورهای همسایه به خاطر از اینکه تیل رنجر نداره. من فکر میکنم مردم افغانستان اگر احساس کنه که دولت در راستای منافع ملی و ارزش‌های ملی قدم برمی‌داره، با شکم گرسنه هم حاضر خواهد شد، با پای پیاده حمایت خواهد کرد از منافع ملی کشور خود، در واقع پاسداری میکنه. ولی اگر احساس بکنه که حاکما در راستای ضد منافع ملی افغانستان قدم برمی‌داره، قطعاً در واقع مردم افغانستان هم نمیتونه از این حاکمیت حمایت بکنه، که نمونه از ما امروزه شاهد هستیم. نظرسنجی‌ها نشان میده که روز به روز میزان مشروعیت و کارآمدی حکومت در بین مردم افغانستان پایین میآید و نزدیک که به صفر برسه. دوستان اشاره کردن حکومتی که نمیتونه امنیت یک پایه برق خود تضمین بکنه، ای از چی کارآمدی و مقبولیت در نزد افکار عمومی میتونه برخوردار باشه؟ من فکر میکنم که اصولا استراتژی آمریکا گام به گام از طریق افغانستان داره تثبیت میشه، تطبیق میشه، و جریان هم شاید در درون حاکمیت وجود داشته باشه که در این راستا بخوای عمل بکنه. تشکر. مزمن صاحب، یو بل موضوع شو مطرح ده، دغه امنیتی تړون نواقص و در طول بسونه که یو خاتم پریگدو پر بیلو شرایطو که امزار شو، اغا شرایطو که در امریکایانو در وطل خبره و دلتا چې بلاخره خپل ټول فوزونه وباسي او یا فقط سفارت ساتل ته وسوک پات کیږي، او د امریکا ماموریت به روزنه د افغانستان د فوزونو روزنه او تجهیزاتو ورکول به غیر جنگی ماموریت بلري. یوازې القاعده په وړاندې جګړه کې د دواړو خواو په موافقه باندې کېدل شو چې عملیات وشي، لیکن اوس د ماموریت بیخي تغییر پیدا کړی. امریکا په خپل وجه زلته نووزم دا ساکرو ته اضافه کیږي. طالب ته چې پرون ویل چې طالب ما ته غواخ نه ده، یو باغی دی سوک نن طالب هم خطر ده، او داغه په خوا کې افغانستان د داعش په ضد دغه ائتلاف چې امریکایي مشرکې په هغه کې شاملېږي، نو یو جګړیز ائتلاف کې شاملېږي. جګړیز ائتلاف کې شاملېږي دغه ماموریت د پاکستان د امریکا دغه پوځیان چې دلته دي، خو د دې ماموریت نو به تغییر کوي، جګړې اسکیږي. نو که دا ماموریت جګړې اسکیږي، هغه تړون باید په خپل ځای پاتې شي، او یا هغه تړون په حقوقي لحاظ په خپل ځای پاتې کېدای شي. ډېره مننه. واقعا کله چې د بوند پریکړلیک نه وروسته امنیت شورا په دې تصمیم ونیوه چې ایساف دی راځي افغانستان ته، او دې لپاره چې د تروریزم د پدیدې پر وړاندې تجاوز کوي، دفاع کوي، او دا پریکړه هم د افغانستان په هغه وخت کې ګرچند په زمینی لحاظ ول، ولې نماین استازی تللي ول په بند کې اشتراک وکړ، او هغو یو نوی نسبي مشروعیت ورته ورکړ، دغه په اساس باندې راغلل. لغې وروسته ځینې نورې جلسې وشولې، یوه توافقنامه د تخنیکي د امنیتي په منځ کې را هغه شوه ملتري ټکنیکل اګریمنټ چې ورته وایي، همدغه اساس باندې چې په 1992 کال کې مشورتي جرګه را جوړه شوه، د همدې لپاره چې ولس ته حکومت د وخت ور ښکاره کړي چې دغه که امریکایان دي که نور دي، دلته چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه کوي،
دغه د مشروعیت منبع دغه ده. اوس که چیرته دغه قاطع حمایت قاطع یا د قاطع حمایت که ماموریت شده چې دا ډیر په ارتقای ظرفیت کې او ډیر په حمایوي لحاظ باندې په دې مسایلو کې بحث کوي، یعنی جنگی نه ده په دې حساب باندې، نو دا که اوس بدلیږي په جنگی لحاظ باندې دا خو یوه ډیره مهمه او ملي موضوع ده. په دې موضوع کې باید ولس په جریان کې شي او یو نوع مشروعیت باید واخلي له یوې مرجع نه. گرچند درست بالکل مجرد، لیکن وس دغه دغه مفاد دغه ما دي چې مختلف مواد شریعت چې دي هغه خو د اصولیزم ماموریت لپاره جوړ شو. یو دل اوم دغه تمیز کې د دې ما دي طرفدارانو به دا ویو چې دغه قضایي مسؤلیت خبره چې کیږي دا خو باک نه کوي، ځکه دین وروسته خو امریکا په جنگ کې نه ده په افغانستان کې چې جنایتو کې جرم وکړي او بیا د دې ضرورت پیدا شي، فقط یو اطمینان دی چې هغې ته ورکوو او نور خو دوی جنگ نه کوي. دا یو مثال دی. نو هغه په نظر کې نیول شوی و دلته خلکو ته چې قناعت ورکوو په همدې چې نور دا ماموریت جګړه ایز نه دی. نو که جګړه ایز ماموریت بیرته جګړه ایز کیږي، امریکا دلته وایي چې زه جګړه کوم، امریکا وایي چې دلته زه خپل عسکر نورم زیاتوم، امریکا وایي چې زه دا به د داعش په ضد د مبارزې مرکز وي او افغانستان دغه ائتلاف کې هم شاملېږي، نو خو بیا امریکا دلته د اوږدې مودې لپاره لګیا د جګړه کوي. نو هغه امریکا چې دلته جګړه کوي په دې شرایطو موږ ورسره ولې باید تړون ولرو؟ په هغه شرایطو باید ولرو چې د یو جګړې ماموریت په اساس باندې وي، یعنی اساسا دغه تړون باید تغییر وشي. ګوره دې کې هیڅ شک نشته چې کچیرته ماموریت جګړې کیږي نو په ماهوي لحاظ باندې له حقوقي لحاظ په دې تړون کې بدلون راځي، ولی نوایل دې پاتې نشي چې دغه مشترکه کمیسون چې د افغانستان د حکومت لخوا نه ازي صلاح استازي ورزي او هغوی پکې ګډون کوي او ترڅنګ چې په شپږشتمې ماده په تلورمې فقره کې بحث د فسخ راغلی ده چې دوه کال مخکې به مثلا د فسخ موضوع مطرح کیږي، دا د څه شي لپاره؟ خو دا د همدغه لپاره چې که چیرته یا نقص کیږي یا هم حالات تفاوت کوي، نو دوی په حقوقي لحاظ هم هغه که په تخنیکي لحاظ او یا هم که په ماهوي لحاظ اوسي حکومت مکلفه ده چې دا تغییر کړي. په حقوقي لحاظ د نړیوال قوانینو پاس گرچه دا مایده خو نړیوال قوانینو تابع نه ده، مخکې تاسو ورته اشاره وکړله، نو په دا اساس حقوقي بنسټ چې ونه لري یو مایده په هغې دا بحث څومره ځای لري. خو بیا هم زه دا پوښتنه کوم چې په حقوقي لحاظ که شرایط تغییر کوي په خپله خود پخو، یعنی که حکومت وم نه غواړي چون شرایط تغییر کړی دی، دا مایده په خپل ځای پاتې کیږي او که نه د منځ ځي؟ ګوره شرایط که څومره تغییر کوي خو بیا خو موږ د یو څه د حکومت په نامه لرو، دا چې مشروع ده یا نامشروع ده یا قانوني ده یا غیر قانوني په دې بحث نه کوو. اوس د دغه حکومت همدغه مکلفیت ده چې دغه حالت چې په ماهوي لحاظ باندې په اساسي لحاظ باندې تغییرات راځي په اوضاع کې، دا باید د یو حقوقي سند په اساس باندې جوړه کړي او داسې عیاره کړي چې هر اقل یو نسبی مشروعیت خورتا بار کرشی. نه خوصانو تا جواب ویل شی؟ جواب تا ویل شی؟ هو زکر دا خو پرات لدین دا خو بل حالت نیسی، زکر چه ولس بجریان که نوسی افغانستان دا خبر تو سو دفعه یاد اکرالا چه ولس بجریان که نوسی، گرچه پا دیبانی منگا مخیم بحث کرده ده افغانستان یو جنگی ائتلاف که جګړیز ائتلاف کې شاملېږي، د داعش په ضد د جګړې په ائتلاف کې، دا غي خبر مونږ ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر راکړي. دا څه رقم وضعیت دی؟ ګوره دا خو په واضح ویل شو چې دا ضعف د حکومتدارۍ ده د مونږه افغانستان چې کله د یو مستقله دولت په نامه چې درې عنصره په نړیواله سطحه باندې تعریف شوی حکومت دولت ځان ته وایي، چې هغه حاکمیت ده او نفوس ده او مثلا قلمرو ده، نو دا خو په واضحه توګه دلته د سوال را مطرح کیږي چې ښه دا هغه ملي تصمیم ده چې افغانستان حکومت پورې اړه لري، ول دا چې بل څوک تصمیم نیسي دا خو موږ ته د منلو وړ اصلا نه ده. دا چې دوی کوي نو دا څو ورځې کیږي دا خبره یاده شوې ده
زمنګ د بهرنی چارو وزیر ویل دي چې وزارت ویاند ویل دي چې دا موږ په نیک فال نیسو چې افغانستان د ائتلاف کې شامل شي او بس نه رئیس جمهور نه بل چا اسبرو نه د خپل پارتي تاسو تشریح کړل دا نور اضافه بس ته ضرورت پکې نشته ده جناب استاد حکومت کې صحبت شو سره تصمیم افغانستان در ائتلاف جنگی شامل بشه ائتلاف ضد داعش و خبر از اون وزیر خارجه امریکا به افغانستان میاد پس از اون دیگه توقع چی که در تطبیق این مایده امنیتی و بهتر ساختن و به اصطلاح دفاع از منافع افغانستان و صحبت شو پس شما گفتین که باید مردم این کارو بکنن مردم چه قسم میتونن در موجودیت این حکومت مردم چی کده میتونن امی حکومت است که با کشورهای دیگه داخل معامله میشه امرو یعنی یک خوب وظیفه مکلفیت حکومت است در موجودیت چنون حکومت مردم چی کده میتونن چیزی که ما همیشه روش ترکیز کردیم و یک بار دیگه تاکید میکنم از این جزرمت ها ملت باید بیاموزه و حتما آموخته ما اگر به انتظار قیام امام مهدی علیه السلام ششتیم که بازو بیاد دنیا رو پر از عدل و داد بساده پس خدای دست و پا امکانات بر ما بر چی داده او چند قرن دیگه ضرورت است که تا امام مهدی علیه السلام بنا به قواعد اهل تسنن و تشیع خروج کنه و ظهور کنه اگر به انتظار این حکومت و این سردمداران وابسته و علیل و عاجزتر از او کسایی که ما فکر میکنیم بیان بشینیم وقت ما ضایع میشه سرحدات افغانستان مورد تجاوز قرار میگیرم اساکر کشورهای همسایه نه تنها پاکستان، ایران حتی ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان در عمق خاک افغانستان در حال پیشروی به حساب چیستن بله. بسیار خطرناک هستند پوسته های خود میارن در درون خاک افغانستان افراز میکنن نشراتشان ولایت سرحدی افغانستان جدا متاثر ساخته پولشان در پولی کشورها به استثنای چین تابال که نشیدیم از پنج کشور همسایه در ولایت سرحدی ما پول رایج است بجای پول افغانی و ای به این چیزا کی جواب بگه؟ به همی حکومت که خبر میشه که جان کری اعلان میکنه که افغانستان از ائتلاف بین المللی برابر ایالات متحده امریکا علیه داعش حاصل کرد یا اصلا خبر نبودن به اصطلاح عام در خانه شاخلیش گم نیست در خانه آروسخلی دنگ و دل همی قذر هم با چشم سر دیدم و بنا آقای غنی و آقای عبدالله چشم از ایره داشتن که بیان به حتی یک پرس کنفرانس بتن یا کنفرانس مطبوعاتی بتن بگن ما در کجا همی توافق با ایالات متحده امریکا انجام دادیم یک چیزی که شما هم در صحبت ها گفتین آقای نظری و آقای مصبا هم گفتن من هم میخوایم را کمک تشریح کنم که آله امی دولت امی حکومت با همه بدبختی هایی که داره از شرم زمانه باید چی شوه یک موضعی بگیره فایده مایده همکاری امنیتی و دفاعی بر افغانستان چی بود؟ مایه اصلش چی بود؟ خودشان میگه حال ببینین فرمانده جدید ایالات متحده امریکا در افغانستان جنرال جان نیکلسن و پیش از او آقای جان کمپل در مجلس سنای امریکا میگه یک سال 2016 سال خونین بر افغانستان است حالا سوال پیش آدم پیدا میشه آقای مصبا آقای نظری کی امریکایی ها با این دولت هستن یا با مخالفای دولت هیچ آدم نمیفهمم یا تریبیون جنگ تبلیغاتی شده یا پیش میبرن کاخ سفید و وزارت خارجه امریکا و مجلس سنا امریکا و کانگرس امریکا در مجموع و روزنامه های مشهور امریکایی تریبیون دولت تحت حمایت ایالات متحده امریکا در افغانستان هستن یا تریبیون مخالفان مسلح دولت بسیار مسخره است بسیار مسخره است خود پس مردم با چی بکنن؟ تحمل کنن نمی وزیده؟ عرض کنم ایالات متحده امریکا ای مواضع متناقض را که ما در پنتاگون و در سی‌آی‌ای و در کاخ سفید و در وزارت خارجه و در کانگرس ایالات متحده امریکا می‌بینیم ما باید دچار چی نشیم ابهام نشیم که فکر میکنیم که در امریکا یک چی است تناقض‌گویی و تناقض‌کاری است نه این خودش جز برنامه است یکیش از یک جای
فایر میکنه، از یک جای دیگه پاس میکنه، دیگه جای شوت میکنه. و هدف عمدهشان نیست که مو هدف را که پیشتر دوستا گفتن از آدرس کشور به نام افغانستان علی رقبای منطقه و جهانی خود به پیش برن. این که در قاعده چقدر مردم ما تباه میشه، چقدر قتل و خونریزی میشه، چقدر حیات وحش، حیات انسان در جامعه افغانستان، محیط زیست تباه میشه، اصلا برای ما مطرح نیست. شما میشنوید زبالای اتمی خوده یا میارن در خاک افغانستان دفن میکنن. انواع اصلی کشنده و خطرناک را که استعمالش در سرزمین های خود از یا جرم است، قانونا جرم تعریف شده، در خاک افغانستان یا استعمال میکنن. یک لابراتوار شده برای چی؟ برای آزمایش انواع سلاح‌های میکروبی، سلاح‌های بیوشیمی و هم سالم در افغانستان. کی باید از یا پرسان کنن؟ میمانه جامعه مدنی. جامعه مدنی هم که متاسفانه 99% وابسته به شبکه هاست و فقط وظیفه دارن که اعمال امریکا و حواریون امریکا را در افغانستان توجیه کنن و هیچ وقت یا در پشت ملت خود در کنار ملت قرار نگرفتن. آل ملت فقط و فقط یک را داره که از تاریخ خود بیاموزه. به قول رودکی سمرقندی، روح شاد هر که نامخت از گذشت روزگار، هیچ ناموزد زی چاموزگار. پیشتر آقای نظری بسیار خوب گفت، تاریخ گذشته افغانستان این با نیروی اسلحه و امکانات و تیل رنجر کدام کشور افغانستان تا امروز به عنوان یک مملکت در صحنه جغرافیای سیاسی خود حفظ کرده؟ این ملت گذشته داشته، این ملت پیشینه داشته، از خود افتخارات داشته. غرب آمد و امریکا آمد، کمی افتخارات با تاجم فرنگی واقعا ظالمانه و یک جانبه از بین ببرند، تخم نفاق در بین افغان ها کاشتند. ما و شما ملت مسلمان افغانستان، از پشت تریبیون تلویزیون کابل نیوز میگم، بله حاضر خدا دیگه فریب ای قلدرای قومی و ای قلدرای مذهبی را نخورین. ای تیکدارای خائن قومی ای وطن به جزایر قومی تقسیم کردن. بانوان یک مسلمان، هر کسی که بحث قومیت در افغانستان تعقیب میکنه، سرش دو کم میتونی بکنی، یا جاهل است یا جاسوس. جاهل بفهم و نفهم تجدیدش که با جاسوس مثل دشمن ای وطن مبارزه کو، مثل کالای روسای جنایتکار و کمونیستای وطن فروش مبارزه کردی، امروز با این جواسیس و با این جهال باید مبارزه کردی. لیکن لازم هست که ملت از حالت بی‌تفاوتی برای ملت باید از حالت بی‌تفاوتی برای از آرس کجاست؟ از این وطن است. پشتون از کجاست؟ از این وطن است. تاجک و ازبک و اقوام شریف افغانستان، برادرای اهل تسنن و تشیع، ماخوارای اهل تشیع و تسنن، ما از کجاست؟ از این سرزمین هستند. ما باید جزایر را بشکنانیم. ما باید اقوام شریف و مظلوم افغانستان از گروگان کسایی که سفارتخانه و را برمانتی کدار تین کده، و را امایت سیاسی کده، و را پاسپورت های سیاسی داده، و را پول های وافر داده، و را راه گریز و فرار در صورت خشم ملت آموختانده. ملت باید از این بیسی بره. ملت واحد شد. یک گپ وزیر داخل آلمان خیلی آموزنده است. خیلی دوستام شنیدن. همین موج مهاجرت های سرسام‌آور که خصوصا از افغان ها در آلمان صورت گرفت، گفت که اگر 1 میلیون افغان در سرزمین خود چی شوند؟ متحد شوند، سرنوشت افغانستان تغییر میکنه. ما 30 میلیون انسان هستیم و به جوان های عزیز ما خطاب میکنم، ولی بدترین کشور روی زمین در بین حدود 200 کشور، کشور افغانستان است که بیشتر از 70% نفوسش جوان ها تشکیل میده. اگر 1 میلیون جوان متحد و بدور از جزایر قومی و مذهبی و زیر شعار لا اله الا الله محمد رسول الله منسجم شود، ما یقین کامل دارم که افغانستان از این وضعیت نکبتبار و از مداخله کشورهای تمام و قدرت‌های منطقی و جهانی ان شاء الله العزیز نجات خواهد یافت. مردم باید خودشان از غفلت برین و در آینده خود فکر کنند. با امید همچو روز. تشکر. دیر زیاد تمام. سلامت باشین. تشکر از شما. گران لیدون کوتا سنم منو چرسپوری. من سره راتل کې بحث پورم پخدا سپارو. الله مو ملک.